مامان ننو ببخش. مثل کاغذ شد. واقعا خدا هیچ بنده ایو شرمنده تماشاچی و بینندهش نکنه. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. خب امروز یازده آذره خب، و من فکر کردم که چیزی تا شب یلدا باقی نمونده و تصمیم گرفتم که برای یلدا یه حرکت هنری در واقع انجام بدم و اومدم این ملافه رو از کمد مامانم کش رفتم که امیدوارم منو حلال کنه، ولی خب خرابه. یه مشکلی داره که مدت‌ها بود یه گوشه افتاده بود و من دوست دارم که وسایلی که کاربرد ندارن رو تبدیل بکنم به وسایلی که خود پر کاربرد میشن. خب بعد تصمیم گرفتم که اینو بکنم یه رومیزه یلدایی و نقاشیش بکنم. حالا این الان خال خالیه، پشتش سفیده، اصلا چه ربطی داره؟ ولی شما اینو دیدین ندیدین، من اینو تبدیلش میکنم اصلا به یه چیز دیگه. البته که بر خودم هم سورپرایز طبق معمول که چی قرار عذاب در میاد، ولی حالا امیدوارم که یه چیز خیلی قشنگ و جذاب بشه. گفتم که برای شما ممکنه که آموزشش مفید باشه و شما هم بتونین برای شب یلداتون از این آموزش استفاده بکنین. اگر که دوست داشتین ویدیو رو خیلی ممنون میشم که لایکش بکنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. بریم که با هم آموزش رو ببینیم. مامان منو ببخش. خب من ملافمو پهن کردم. اولین کاری که میکنم میخوام اون برشی که میخوامو بدم. تصمیمم الان اینه که یه مربع 80 در 80 سان جدا بکنم. این الان شد در واقع اون مربعی که من میخوام که روش کار بکنم. فقط کاری که میکنم الان میرم یه اوتوی حسابی میزنم که صاف صاف شه، بعد میرم واسه مرحله رنگش. خب اولین کاری که من میکنم اینه که این پارچه رو از این حالت در میارم، چون من نمیخوام این طرحو داشته باشه دیگه. واسه همین میخوام الان یک رنگ یک دست مشکی روی کل کار بزنم، یعنی میخوام زمینه رومیزی من مشکی باشه. اولین کاری که میکنم با آب سطح پارچه‌مو با این اسپری یا یه نمی میزنم. یه خورده این بخش کار کثیف کاری داره، اگر شما خودتونم تو خونه میخواین انجام بدین حتما مثل من زیر کارتون یه نایلونی چیزی بزنین که بعدش ناراحت نشین از کثیف شدن محیطتون. بعد دیگه با قلمو شروع میکنم به مشکی کردن سطحم. خب پس از مرارت‌های بسیار یه دست رنگ زدم. حالا شما ترجیحاً که خودتون پارچه مشکی داشتین که چه بهتر، اگه نداشتین مجبورین مثل من اینجوری رنگ بزنین. الان خیسه خیسه چون هی آب زدم رنگ زدم تا کاملش رو کاور بکنه. الان یه سشوار میگیرم که این یه دست خوش بشه، اگه لازم شد دیدم یکم بور شده یه دست دیگه روش مشکی رو بزنم. خب ما این پارچه رو مشکی کردیم، گذاشتیم خوش شد و فکر میکنین تبدیل به چی شد؟ مثل کاغذ شد. این بود چالش رومیزی. آخه میدونین ترجیحاً پارچه رو بهتره که با رنگ پارچه رنگ کنیم. البته که با اکریلیک هم پارچه رو رنگ میکنم، ولی این حجم از پارچه رو فکر میکنم نباید با اکریلیک رنگ میکردم، چون خیلی حالت خشک و سفت بهش داده و همه جاشو کاور نکرده. اگه ببینین قشنگ حالت
لکه لکه است. حالا من الان میخوام اینو اوتو کنم، ببینم اوتو میتونه یه خورده به داد من برسه، یه خورده اینو نرم کنه، صاف کنه. اگه بتونم این کارو بکنم، یه خورده معقولش بکنم، میفتم به جونش و نقاشی رو شروع میکنم. ناامید نمیشم، کم نمیارم، بالاخره من اینو به نتیجه میرسونم. بریم ببینیم چه جوری میشه. واقعا خدا هیچ بنده یا شرمنده تماشاچی و بینندش نکنه. البته الان که دارم میکشم داره کم کم نرم میشه ها، خوبیش اینه. ولی حالا توصیه من به شما اینه که از اول یه پارچه مشکی بردارین یا روی یه پارچه سفید ساده این کار بکنین. چرا باید مثل من انقدر خودتون عذاب بدین؟ میبینی داره یه خورده حالت انسان به خودش میگیره، انسان که البته حالت یه پارچه نرم داره به خودش میگیره. خب من چند تا اتود انار زدم، میخوام الان اینو جاهای مختلف این بکشم و رنگش بکنم، ببینیم چه جوری عذاب در میاد. با مدادتر هم روی کارم منتقل کردم، حالا با رنگ سبز و قرمز، رنگ قرمز رپی و رنگ سبز ریما، حالا اینا رو اسمشو براتون می‌نویسم. این رنگ سبز ریما رو که من از مغازه گرفتم اصلا اسمی هیچی نداره، حتی شماره هم نداره. ببینید که من بخوام براتون بنویسم، ولی خودتون رو مقید نکنین، با هر سبزی میتونین کار کنین. منم همینجوری فعلا یه دست رنگ اولیه میزنم تا بعد برم سراغ دیتیل ها و تمیزکاریش. بریم با هم انجام بدیم. خب الان حالا توی تصویر نمیدونم مشخصه یا نه، این انارایی که با مداد کشیدم و یه دست اول رنگ قرمزشو میزنم، اینم باید چند دست زده بشه، اینطوری نیست که با یه دست کاور بکنه. رنگ قرمزشو میزنم تا بریم واسه مرحله بعد. We'll be right back.
خب اینم از رومیزی جذابمون، دقیقا همونی شد که میخواستم. امیدوارم که شما بتونین توی خونه این رومیزی رو درست بکنین و یه شب یلدایی خیلی قشنگ بر خودتون درست بکنین و سفره آرایی بکنین. در واقع حافظ عزیزمون، آخ تو شب یلدای منی، کپی رایت میخوره، مجبوریم خودمون بخونیم. خب اینم از سفره یلدایی من. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر که مفید بود و دوست داشتین این ویدیو رو، خیلی ممنون میشم که حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین، شاید برای اونا مفید باشه، و کانال منو سابسکرایب کنین. پیشا پیش یلداتونم مبارک.